جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان در سخنرانی شب گذشته خود اعلام کرد که تصمیم دارد با وجود بحران مالی و اقتصاد ورشکسته یونان در منطقه یورو بماند. وی همزمان خطاب به تظاهر کنندگانی که در اطراف محل سخنرانی وی حضور داشتند اعلام کرد که با وجود اعتراض‌های گسترده طرح ریاضت اقتصادی را به طور کامل در کشور اجرا خواهیم کرد. ما با وجود شرایط مالی بسیار وخیمی که برای کشور و مردم یونان وجود دارد و نیز علاوه بر ورشکستگی اقتصاد یونان تصمیم داریم که در منطقه یورو بمانیم، اگرچه اتخاذ این تصمیم برای ما بسیار مشکل بود. تحلیلگران معتقدند که خروج یونان از منطقه یورو همانند کابوسی است که حتی از بدهی‌های بیش از 75% شرکت‌ها نیز وحشتناک‌تر است. یک تحلیلگر اقتصادی میگوید شرکت‌ها محصولات مورد نیاز خود را به یورو، دلار و یا دیگر ارزها خریداری می‌کنند و در صورت خروج یونان از منطقه یورو صدمات جبران ناپذیری خواهند دید. همزمان با سخنرانی نخست وزیر یونان بیش از 20,000 تظاهرکننده خشمگین در اعتراض به افزایش دوباره مالیات در این کشور در خارج از محل سخنرانی وی تظاهراتی گسترده برپا کردند. این تظاهرات در نهایت به درگیری با پلیس انجامید.